سرود ترانه های محلی و میهنی با نوازش تارهای دنبوره اساس های اصیل هزارگی. شور و هیجانی را که این هنرمندان در سومین جشنواره دنبوره در سویدن برپا کردند. در درون افغانستان اما ساز و آواز سکوت تلخی دارد. نه هنرمند میتواند آهنگ بخواند و نه از ساز صدا بلند میشود. چیزی که اسد سرخوش یک آوازخوان محلی نگران این وضعیت است. برگزاری جشنواره از نظر من خیلی پر اهمیت است، هم برای شخصا خودم و هم بنا به شرایطی که در کشور ما فعلا حاکم است، یعنی موسیقی ممنوع است هم در اونجا و هم در کشورهای میزبان که ما زندگی میکنیم، چون در این استیج زنان و مردان میخوانن مختلط و مردم این کشورها هم که در اینجا شرکت میکنن میبینن که افغانها مردمان هنردوست هستند و مردمانی هستند که علاقمندی به هنر دارد. در اوضاعی که طالبان صدای زن را در افغانستان عورت می دانند، اینجا در جشنواره دنبوره سلسال هنرنمایی زنان هنرمند گرمتر از سالهای پیش بود. عادل موسوی کمتر از 2 سال می شود که با دنبوره هنرنمایی می کند و اما آنچه سخت می آزاردش نداشتن آزادی های زنان افغانستان است که حتی حق تحصیل را ندارند. خیلی خوشبخت هستم که در همچون جشنواره شرکت کردم آزادانه، مثلا یک زن هستم تانستم که مثلا آواز بخوانم در همچون جشنواره. ما خیلی آرزو دارم که یک روز افغانستان امن شنه و مردم زنای افغانستان هم بیتنه مثل از ما مثلا بیتنه بخوانه آزادانه زندگی کنه، مکتب بره، حق و حقوق داشته باشه. برگزار کنندگان جشنواره دنبوره هدف از برگزاری این جشنواره را ایستادگی در برابر نابرابری ها و محدودیت ها در افغانستان و نیز پاسداری از ارزش های فرهنگی و هنری در کشور می دانند. ما در مقابل توتالیتر، در مقابل یک حاکم ستمگر و دیکتاتور، ما از تکثرگرایی و تنوع موسیقی و فراوانی قرائت های موسیقی و فرهنگی دفاع میکنیم. ما میگیم که افغانستان یک کشور بزرگ است، موسیقی متفاوت داره، شعر متفاوت داره، نقاشی متفاوت داره، مجسمه سازی ها داره. تا پیش سقوط افغانستان برای چند سال جشنواره دنبوره در پای تندیس بودا در بامیان برگزار میشد و اما حالا در سویدن این جشنواره برگزار شده است. درست در اوضاعی که قوانین سختگیرانه طالبان بر میراث‌های فرهنگی و هنری مردمان افغانستان سخت آسیب زده است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، اوپسالا.